د مهربان خدای پر سپیشلی نامه دی کابل نیوز درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې ښه ورځ ولرئ درنوریدونکو پرون دی ولسی جرګې غړو د کورنیو چارو وزیر سلب صلاحیت کړ او هغه دلایل چې دوی وړاندې کړي وو د هغو دلایلو له مخې وزیر ونه شو کولای چې دوی د قناعت حاصل کړي او بالاخره دا پریکړه وروستۍ پریکړه دا وشوه چې وزیر سلب صلاحیت شي دا په داسې حال کې دی چې بیا د کورنیو چارو وزارت وزیر وایي چې د پارلمان غړو یا په مجموع کې پارلمان په غیر معجد دلایلو دای سلب صلاحیت کړی دی چې نه باید داسې شوي وه او دای دغه موضوع عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کوي دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر هم بیا دغه موضوع عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع کړې ده او نوموړی یې د دغې موضوع تر حاله پورې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر په توګه ګمارلی ده نن پر همدې موضوع بس لرم له ما سره میلمه ده امنیتي او دفاعي چارو کارپو ښاغلی صدیق ساحل په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ ساحل صاحب ستړي مه شئ ښه راغلاست مننه سال صاحب لومړی معاجد دلایل او غیر معاجد دلایل تاسو هم په دې باور یاستئ چې د پارلمان هغه دلایل چې وړاندې شوه او د هغه دلایلو په پایله کې وزیر سلب صلاحیت شو هغه غیر معاجد بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو کارکوونکو ته او همداشان درنو لیدونکو ته د حقوقي پرنسیپونو له مخې د ولسي جرګې یوازینی اساسي دنده د حکومت پر کړولو باندې نظارت او همداشان د کمیسیونونو د موقت داخلي لایحې لخوا له نظره استجوابیه او استعمایه او حتی استیضا په قانون اساسي کې دا مشخص ده ولې بیا یو خاص میکانیزم لري څرنګه چې نن او پرون مطبوعات ورباندې په پراخه توګه بحث او تبصره کړی او همداسې ولسمشر هم دغه استیضاعیه یا استیضاع یا د وزیر بلنه قانونی غیر قانونی بللی او هغه محکمې ته راجع کړی مګر اوس موږ په یو ټکي باندې باید اشاره وکړو چې هغه د ولسي جرګې اساسي مکلفیتونه او وظایف خصوصا د خلکو د نمایندګانو وظایف څه دی د دولت په کړولو باندې نظارت د دې نظارت میکانیزم څرنګه چې شخصا ما او خلک رسنۍ مدني ټولنه څېړلی هغه غوښتنې چې خلک لري هغه غوښتنې چې قانون لري ولسي جرګه تر اوسه پورې په دې نه دی بریالی سوی چې د حکومت د کړولو څخه دقیقا د قانون پر بنیاد باندې نظارت وکړي او دا نظارت نوم د نظارت دی ولې د پردې شاته معاملات دي او هغه معاملات نه یوازې ویکیلیکس بلکې سیګار نهاد او بینلی نړیوال شفافیت اداره هم دا برسیره کړې ده چې په ولسي جرګه کې ګڼ شمېر وکیلان په فساد ککړ دي او دا فساد اوس د دې وخت رسېدلی ده چې فساد باید بربند سي افشا سي مفسدین باید مشخص سي حتی د غوږو څخه د لاسو څخه ونیول سي حتی د ولسي جرګې څخه چې د خلکو د نمایندګۍ یا وکالت کې وویستل سي په دې چې دوی ونه البته دا شمار کسان دي هغه کسان دي چې پرون وزیر صاحب داخله هم ورته اشاره وکړه چې په فساد ککړ عناصر دي اعمال نفوذ کوي په اداراتو کې غیر قانوني کارونه ترسره کوي او همداشان د خلکو د سپېڅلې نامې څخه د خلکو د نمایندګۍ له ادرس څخه دوی ولسي جرګه کې هغه کم کارونه چې ترسره کوي هغه ټول کارونه غیر قانوني کارونه دي چې نه د ملت خوښه ده نه د قانون خوښه ده او نه د دولتي ارګانونو خوښه ده دا په دې دلیل چې اداره په بنیاد څخه یو مصلحتي اداره وه د معاملاتو اداره وه او دا ټول هغه غټ او واړه لیوان کوم چې نن سبا په دې اداراتو کې نه یوازې په ولسي جرګه کې
په دولتي ځینی ورګانونو کې مهم کلیدی پوسټونه او رهبری پوسټونه دي تر ولکې لاندې نیولای له ارتشا، اختلاس، غارتګری، چور، چپاول، اختطاف، انفجار، انتحاری ویسه، انتحاری راوړه. مثال صاحب، ستاسو دغه ادعا چې ګواکې د پولیسي جرګه کې ښایي داسې کسان اوسي چې په مافیایي کړیو فساد باندې ښکیل اوسي، خو د هغوی خبره هم بیا همدغه ده چې په حکومت کې هم بیا همدغه ډول کسان دي چې دوی څارنه ترې کوي، نظارت ترې کوي. خب په مجموع کې وزیر صاحب داخله د یو مسلکي متخصص له ادرسه څخه د یو ملي مترقي روشنفکر وطن دوست شخصیت په عنوان پرون اشاره وکړه چې دلته هلته او هلته هدف دا ده چې په درې ګونې نهادونو کې چې هغه تقلیدي، اجرایي او قضایي ارګانونه دي، هغه کې مفسدین شتون لري په پراخه توګه، د مفسدینو مستند او مشهود شتون نه یوازې ملموس ده بلکې محسوس ده. چې دی ولسي جرګه هم دوی باندې شهادت وایي، حکومت هم ولسي جرګه باندې شهادت ورکوي، ولی د تنفیذ یوازنۍ مرجع، د قانون د تنفیذ یوازنۍ مرجع چې نن سبا په افغانستان کې د حقوقي له نقطې نظره باید عمل ترسره کړي، مفسدین د جرایمو خصوصا مشدد جرایم متکرر متهمان او متهمین دوی په ګوته کې متاسفانه چې تر اوسه پورې د قانون حاکمیت او د قانون د تنفیذ موضوع تر پوښتنې لاندې ده. او یوازنۍ او اساسي دلایل همدا ده چې په درې ګونو ارګانونو کې سمتي، ژبنیز، تنظیمي، شخصي علاقه. د قانون د تنفیذ په برخه کې به د کورنۍ د چارو وزارت دنده څومره ده؟ آیا دغه دنده ترسره شوې ده که نه؟ یو ډېر جالب ټکی ده چې خپله وزیر مخکې له دې نه هم ویلي وو چې ځینې مافیایي ډلې په پارلمان کې شته، پرون هم دې ته اشاره وکړه، او کله چې بیا له پارلمان څخه سلب صلاحیت شو په مطبوعاتي کنفرانس کې هم دا په ډاګه وویلې، د نشه یي توکو د قاچاق تورې پرې ولګوه، همداراز د نورو. اوس د کورنیو چارو وزارت دنده څه ده چې څه باید وکړي؟ یکی از اساسي ترین وظایف و مکلفیت های پولیس حاکمیت قانون است، ولی با تاثیرات عمیق که پلیس هم دستخوش سلیقه های تنظیمی، شخصی و قومی بوده، چنانچه وزیر صریحا دیروز به او اشاره کردن که زیر نام مبتذل مشارکت ملی از هر تنظیم، از هر قوم، از هر گروه، از هر قماش، اشخاص و افراد مختلف زیر نام مشارکت ملی به عنوان گرفتن سهم اقوام و سهم تنظیم های جهادی با تشریک گسترده مسایی، بدون در نظر داشت تخصص، مسلک، لیاقت، کفایت، بدون در نظر داشت دیانت و سوابق شفاف و خوب، اینا گماشته شدن، اینا حمایت میشن در ارگان های مختلف حکومت، خصوصا در وزارت امور داخله که وزیر امور داخله با برخی از اشخاص فاسد اشاره کردن که یقینا تعداد کثیری از اشخاص هستند، چی به سطح قماندان های ولایت، چی به سطح رؤسا و چی به سطح معینیت ها، که کسایی هستند که اونا از بیرون حمایت میشن بدون توجه به اینکه اونا یک سابق شفاف تعلیمی و تحصیلی و حتی اخلاقی داشته باشن. اینا به اساس اعمال نفوذی که از جناهای مختلف خصوصا از طرف ولسی جرگه، از طرف تعدادی از وکلای مفسد بالای ارگانهای اجرایی خصوصا وزارت امور داخله تحمیل شده که فلان شخص بنابر داشتن چنین صفات و ممیزات، این یک نوع اعمال نفوذ میگه که نه تنها وزیر داخله امروز بلکه وزرای داخله گذشته از ایام ماموریت آقای قانونی الا آقای وردک، حنیف اتمر و همچنان بسم الله خان، عموما وکلای مفسد ولسی جرگه، البته او کسایی که حاکمیت قانون و فرهنگ تنفیذ قانون در نظر نگرفته و منافع شخصی خود بالاتر از منافع اولیای ملی میدانند، روی هم رفته بالای وزارت تحمیل کردن، خصوصا در مورد گرفتن امتیازات بر اشخاص و افراد هم قماششان، بر افراد اشخاصی که اصلا پارچه سوق و دفتر معاملات ندارن، اصلا با مشمش های تیز و کوتاه، اصلا با کریمنولوژی، با مسائل روانشناسی، سیکولوژی، قانونی و مسائل حقوقی، خصوصا در پلیس یک اصل است که پلیس کسی بوده میتونه که در مطابقت با ارزش های قانون از یکی از موسسات تعلیم و تحصیل فارغ و تجربه کافی در دسترس داشته باشه، که همچون کتگوری اشخاص روی هم رفته از طرف وکلا، خصوصا همون وکلای مفسدی که منافع شخصیشان بالاتر از منافع ملی فکر میکنن تحمیل شده، چنانچه دادن رتبه جنرالی،
چنانچه گرفتن امتیازات برای افراد و اشخاص مورد نظرشان در پست های کلیدی رهبری. من نه کوم سر بهتر اگر زو مصر یو اړی کا شتل مړنه اړی کا کمال صاحب پلیکه کې کمال صاحب ستړي مشه یې مهرباني یو دنیا مننه جبران سے تاسو ته احترامات وړاندې کوم او د کابل نیوز درندولی دونکو ته خپل احترامات او تاسو درې ملمتا جوړ کوم احترامات او کوم چې تخنیک ګران دي په کابل نیوز کې هغه ته جوړ کوم احترامات وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه. البته وایي چې هغه یو شعر دی چې نن هر یو قام آزاد شو هم دا زه کمبخته تیر یم ژړا راځي ژړېږم هېڅ زور کولی نشم تړل شوی په زنځیر یم او شپه ورځ پکې کړېږم. دا هماغه خبره ده چې نن دغه شخص د موږ ګور ته به تر معلومه چې موږ هیڅ کله هیڅ وخت دولت او د دلوس دولت چارواکي نه دي تایید کړي. مګر دا په دې معنی نه ده چې ولا ټول دولت کې څومره چارواکي چې هغه به غیر کاري خلک دي. اوس مثال خبرې په دا دومره عمر کې په دا دولت کالو کې همدغه یو واحد وزیر و چې یو مسلکي شخصیت و او د پخوانه د پولیسو اکاډمي لوستی وه او واقعا چې موږ دا زما خپل هم 5 کاله عمر ده او د ډېر پخوانه دا خفړی موږ پېژنو. یو خو دا که چېرته دا یو خبره زه وکړم که چېرته ده سره پیسې وي او پیسې ورکولې وکیلانو ته یقین وکړه دا به نه لرې کېده. خو ته پیسې ورنه کړې دا غریب د پیسې ورسره نشته او زما یقیږم نه یو د خپل مسلک په وجه باندې دا راغلی ده. خو دا څو خبرو ته چې هغه اشاره وکړه چې خو دا وکړي چې دغه عملي شي څارنوالي او یا ستره محکمه په دې باندې غور وکړي چې څلوېښت رنجره د وزارت داخله د وکیلانو سره دي او د مواد مخدره د پارلمان تر نایجیریا پورې د پارلمان نه دا تعقیب شوي دي. او بله خبره دا وکړه چې 450 نفر د وکیلانو تغییر تبدیل کړي دي. او بله خبره دا وکړه چې په درای راست تاسو هغه ته ځي او اکتوبونه ځي او ریاستونو ته ما ته څوک اهمیت نه راکوي. دا ټولې خبرې واضح دي. دا ټول فساد په وکیلانو کې شته. کمال صاحب له تاسو نه دغه پوښتنه هم مطرح کوم. دلته بیا د کورنیو چارو د وزیر په توګه د وزیر دنده څه وه؟ د کورنیو چارو وزارت د دند څخه دا ده چې باید قانون دلته تنفیذ کړي. آیا دغه څه یې کړي دي؟ دلته به تاسو نه ګورئ چې خپل وزیر دلته پاتې راغلی دی. ولې دغه کسان مخکې خلکو ته بربند نه کړه؟ ولې دوی ته دغه کسان مطبوعاتو ته ښکاره نه کړه؟ او یا ولې دغه کسان یې بندیان نه کړه چې دوی پوهېږي چې دغه کسان له کابله نایجیریا ته نشه یې توکي واردوي؟ ولې ونه نیوله؟ وزارت کې ګور یو سړی د خپل کور نه درنجېږم د خپل کور نه سپکېږم. د سره موینان د سره کوم چارواکي چې دي او دعوت هم دا اصلاح شوی دی او د وظیفې نه لرې شو زیات رول پکې د وزارت ته ځکه چې دلته خو د بعضې مسایل شته وایي په خوله خوال ویلی نشم او د سوال یعنې د اوس به ګډه وډه چې لکه اوس دا ټولې خبرې په رښتیا وکړي چې په وجه لرې شو خو بیا هم دا مطبوعات به دا اجازه ورنه کړي. خو زه دومره وایم چې دا د وکیلانو ډېره سخته اشتباه وه چې یو مسلکي وزیر ځکه چې نه زه پولیس یم یو عام وګړی یم خو زه دومره مونږ پوهېږو مطبوعات خو ګورو چې دا واحد یو مسلکي وزیر و چې دا یې نه دی که دا د پارلمان ډېره سخته اشتباه وه. او زه په دې باندې متیقن یم که پارلمان ته ډالر ورکړي دا سړی به بیا هم وزیر و خو دوی سړي پیسې ورنه کړې او دا دا شی د خلکو په در ډېره سخته اشتباه وکړه. خو زه یوه خبره کوم چې ډېر کم وکیلان دي چې د خلکو په رایه باندې راغلي دي. دا خو هغه وکیلان دي چې یو نماته او بل ته پیسې ورکړې او ځان یې په لس کې راونیو. ډېره زیاته مننه کوم. فیصله نه ورکړې لکه دا اوس دې عجولانه فیصله یې وکړه. باید د مملکت هغه آیین ته دوی کتلي وای چې دا وزیر او وزیر به څه وکړي. یو مثال خبرې وزیر خو خپله په ډاګه وایي دا لیوان به ځان ته نه شم وهلی. دا لیوان نه شم وهلی ځان ته. دا لیوان به تا سره سره ووهي. ګوره اشاره یې ورته وکړه دلته هلته اوس خپله مېلمه په دې باندې نظر وکړه. د مېلمه له یوه دنیا مننه کوم. دا مې یو صادق سړی ده او رښتیا وایي. سلام علیکم. ډېره زیاته مننه کوم کمال صاحب. سلام علیکم. سلام کمال صاحب نظر تاسو واورېدو. زه دغه پوښتنه کوم لکه څنګه چې کمال صاحب څخه مې دغه پوښتنه مطرح کړه. آیا وزیر بیا په دې برخه کې پاتې نه ده راغلی؟ ولې دغه قاچاقبران نه دي نیولي؟ د نیولو امر خو له دوی سره ده. دوی په دې برخه کې کولی شي چې ونیسي له کابله تر نایجیریا پورې نشه یي توکي انتقالیږي. خدای نن وایي کله چې دای سلب صلاحیت کیږي دغه نیول او عدم نیول باندې چې یو پروسیجر لري د قانون کشف او تحقیق په ارتباط کم متهمین چې نیول کیږي د قانون مخې بالا نظر داشته این موضوع که موضوع مسئولیت پارلمانی وکلا در داخل پارلمان مطرح است. بالا نظر داشته اعمال نفوذ و داشتن روابط تنگ و تنگ و عمیق وکلا با برخی از سفارتخانه ها و با برخی از مافیای زمین غاصبین زمین و حتی مافیای بین المللی خصوصا برخی از اراکین بلندپایه ارک و شورای امنیت جمهوری اسلامی افغانستان. پلیس در جریان مدت زمانی که کشف و تحقیق انجام میده در مورد گرفت
گرفتاری متهم اقدام میکنه مستند به ضوابط مستند به ثبوت قرائن و شواهد و مدارک مادی یک پروسه یک مدت زمانی را در کار است. وزیر امور داخله نیاز مبرم و اساسی وزیر امور داخله حاکمیت قانون بود و یکی از ارزش های قانون است که باید تطبیق میشد و در شرف تطبیق قرار میگرفت و این پروسه ادامه داشته. من یقین کامل دارم که در امر گرفتاری نه تنها وکلای مفسد بلکه وکلایی که متهم یا در راستای ارتکاب جرایم مشدده جرمی اختطاف، اختلاس، غارتگری، چور، چپاول و سایر مسائل دیگه که دست دارن او یک پروسه زمانی کار داره. ولی ما به عنوان یک عنصر یا یک فرد مسلکی کشور که مدت بالاتر از 28 سال در مسلک ایفای خدمت کردیم به صراحت میتونم گفته که برای وزیر امور داخله وقت کافی داده نشد. برای وزیر امور داخله حتی در دفتر وزیر امور داخله در دفتر کارشان دچار یک سلسله مشکلات بودند. گروه هم رفته وکلا بدون در نظر داشت تقسیم اوقات مشخص و معینه روز مرا 20 نفر 25 نفر عریضه در جیبایشان به داخل دفتر وزیر میرفتند، احکام عجیب غریبی را اینا به خاطر اجرات شخصیشان میگرفتند. و این دوست بزرگوار ما که در رابطه با یک سلسله مسائل احصای و ارقام دادن، احصای و ارقام اینا درست است، ولی ما یک موضوع اشاره میکنم که فعلا به یقین کامل که تعقیب عدلی صورت خواهد گرفت. مواردی که ما به شما عرض میکنم که 250 میل اسلحه به خاطر کدام هدف گرفته شده. مثلا خب سایل صاحب اجازه بدین یک تماس دیگه رو هم میگیریم، بعد باز به این موضوع برمیگردیم. عارف رولمون سرپلی که در عارف سبسری میشه میربانی. بله بیا ادب. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خوش شدم که آوا شما را بشنوم محترم. ما نظر شخصی خود به ارتباط محترم وزیر صاحب داخله که یک شخص نهایت شریف، نجیب، انسان پاک و مخصوصا آدم بسیار جدی است در کارهای خود ده. ولی متاسفانه در این کشور وقتی اگر انسان بخواهد کار بکنه، اگر انسان شریف خوبه، او از چهار طرف محاصره میشه. ما تقاضای معزیز از او بزرگای امور کشور ما که از این انسان ها دفاع بکنند و اگر واقعا میخواهند که مملکت به پای سیستان شود و این مملکت ریز و پاشان نشد، این مملکت مثل گذشته ها نشد، لطفا مثل وزیر صاحب داخله اشخاص شما حمایت بکنید. باور بکنید با ذات شخصی خودش که بعد نزدیکی خانهشان همسایهشان هستم، باور بکنید شرافت اخلاقش شما از کل محل پرسان بکنید با ذات شخصی همسایگیشان هست و زندگی در اجتماع شما ببینید بهترین زندگی میکنه در بین خود اجتماع و در کارهای مسلکی خود، در کارهای اداری خود شما ببینید یک فرد مسلکی هست، یک مرد کار هست در حکم. شما لطفا از این حمایت بکنید در برابر شورای که کمیشنکاری میکنن همه گی میشناسن و از برای خدا والا دل با نکفیدن آمده هست من ایسی یک هموطن. تشکر دوست عزیز. خدا بلی. شاید از که اصحاب برای ما نمانده. بله بله تشکر دوست عزیز، نظر شما را گرفتیم. بله بله تشکر. شما یک انسان شریف شما مایوس بسازیم و تمام ملت باور بکنید کسایی که واقعا این وطن از دوست داره کلش متاثر است. بله تشکر دوست عزیز، نظر شما را گرفتیم. بله تشکر دوست عزیز. سهل صاحب میربونی. بله لسه و ارقام دقیق و موارد اتهامات در مورد برخی از وکلای مفسد در وزیری که از آدرس وکالت از نام ملت استفاده سو کردن، اینا به خاطر زراندوزی، به خاطر جیب کردن پرهایشان، پر کردن جیبهایشان، به خاطر گسترش فساد، بی‌عدالتی، غارت، چور چپاول، حتی در ادارات حکومت اعمال نفوذ کردن و توسط اعمال نفوذ خود ادارات ناگزیر ساختن، ادارات حکومتی را که کارهای غیر قانونی انجام بده. یکی از دو سه مواردی که امروز مشهود است و ما یقین کامل دارم که دستگاه عدلی و قضایی افغانستان بدون در نظر داشت زیای وقت، بدون در نظر داشت اعمال نفوذ برخی از حلقات مافیایی
به صورت قانونی به سه وقت ممکنه اتهاماتی که علیه تعدادی از وکلای مفسد وارد است او را اصولا بررسی کنه تا ملت افغانستان نیاز ما برای وکلای مفسد خود هنوز معلوم نشده. از طرف وزیر هم نشان نداده شدن که کیها هستند که مفسدین. چند ماه پیش هم گفتن که وکلا هستند، دیروز هم در پارلمان گفتن که وکلا هستند مفسدین، ولی نگفتن. بعد از اینکه با کنفرانس مطبوعاتی داشتن باز هم اشاره کردن که وکلای هستند مفسد، سلا گرفتن، موتورهای غیر قانونی گرفتن، حتی قاچاق کردن، ولی تا حال کسی نمیفهمه که وکلای مفسد یعنی کی. بله، حالا دیگه ملت افغانستان کارت به استخوان رسیده. ملت افغانستان همچنان وکلای مفسد نه تنها با از آدرس وکالت بلکه در خانه ملت تحمل ندارن. در هر کجایی که باشن اینا باید توسط دستگاه عدلی و قضایی، هرچند دستگاه عدلی و قضایی هم یک سلسله مشکلات خاص خود داره، در بسیاری موارد کتمان کرده حقایق که از نقطه نظر قوانین جاری کتمان حقایق خود جرم است یا اعمال نفوذ صورت گرفته. اگر ما دوسیه های آقای لودین مبارزه با ارتشا و فساد اداری و همچنان ادارات کشف تحقیقی که در مورد برخی از اشخاص زورمند، جنگسالار، غارتگر، فاسد اتهامات و الزاماتی داشتن او را بررسی کنیم، یعنی واقعیت 70 نفر نی بلکه 136 نفر از وکلای مفسد ما میتونیم که با پنجه قانون بسپاریم. بنان اینجا اداره مصلحتی را من قبلا به شما گفتم که آقای کرزی هم بار بار در مقابل ارگانهای ثلاثه کشور اظهار عقیده کردن، به صریحا اظهار کردن که فساد غوغا میکنه، مصلحت گرایی حاکم است، قوم گرایی حاکم است. اگر این شهامت و جسارت در دولت جمهوری افغانستان تحت زعامت آقای کرزی وجود می داشت، به یقین همو کسایی که غوغا را برپا کرده در عرصه فساد و همچنان مصلحت گرایی را حاکم کرده در قسمت گزینش کودنترین، بی‌سوادترین و نادانترین، حتی افراد و اشخاص ناشایسته که سابق اخلاقی خوب ندارن در جایگزین ساختن اونا در پست های کلیدی و رهبری توسط همچو کتگوری و قماش مفسدی که از آدرس ولسی جرگه اعمال نفوذ و تحمیل میکنه. اتهامات و الزامات ما به عنوان یک شهروان، به عنوان یک متخصص مسلکی در چند موارد خدمت شما عرض میکنم که اینمی خود در ذات خود اتهام است که 254 میل اسلحه را ثقیل و خفیف از این جمله 51 میل تفنگ شهر اینا با کدام اساس مثلا گرفتن، به خاطر کدام مال؟ جناب سایل صاحب، یک وکلا این اسلحه را گرفتن، ولی مورد دیگه که هستن کی این اسلحه را به وکلا دادن، این هم تحت پرسش باید قرار بگیره. اعمال نفوذ قانون فعلا صراحت داره، اشخاص افرادی که مسئولیتشان تحت سوال قرار داره، اونا به اساس درخواست به عنوان یک شهروند بعد از طی مراحل و تصادیق ادارات مربوطه میتونن مسلح باشن مگر به موجب قانون. خب ولی اشخاص افرادی که امروز توسط وکلا معرفی میشه یا با گرفتن اسلحه ثقیل که امروز در شهر کابل تجویز ندارد و بعد نظر داشت از اینکه 4 میل اسلحه و 4 تن از افراد توسط ریاست امور امنیتی شورای ملی در اختیار اینا قرار داده شده. تماس داریم، با اجازه شما می تماس میگیریم. موسی رو لمون سر پلیکه که در موسی صاحب مهربانی سریم بشه. بله، خدمت شما و مهمان گرانقدرتان سلام و عرض ارادت دارم. و علیکم السلام. محترم، ما فکر میکنم که عملکرد ولسی جرگه غیر موجه و غیر قانونی بود. ده. اگر به جای وزیر امور داخله انور سادات ملعون که همیشه به دنبال ماجراجویی هستن سلب صلاحیت میکرد بهتر میبود. چرا در مقابل عطا محمد نور این جاسوس ایران هیچ عکس العمل نشان داده نمیشه که علنا در پارلمان اخلالگری میکنه و اختلاف برادنی میکند؟ خب دوست عزیز، یکی از صلاحیتایی که پارلمان ندارن به نظارت والیه ها هستن، یعنی مثل وزرا نمیتونن آنها ها را بخواین و سلب اعتماد یا استجواب یا استیزا نماین. بله، من اتماسم سوال شما را بشنم. بله، گفتم وکلا یعنی امو صلاحیتشان، صلاحیت وظیفه‌ایشان شاید اجاب نکنن که والی ها را هم استجواب یا استیزا نماین. پس در این مورد بله بله، من قبول دارم وکلا، من فکر میکنم بله، فکر کنم چی اړیکه پریش و سایل صاحب میربانی. بله سب،
مریک نماینده ملت افغانستان که مسئولیت اساسیش نظارت از عملکردهای حکومت است در راستای تحکیم قانونیت، نه ای که در راستای زیر پا ساختن ارزش‌های قانون، چنانچه موارد مختلف وجود دارد که از جمله تعداد کثیری از وکلا هستند که میرن به وزرای سکتور امنیتی مراجعه میکنند، خواستن رتبه جنرالی، گرفتن اسلحه، گرفتن وسایت. همین لحظه وسایت تعداد قابل ملاحظه‌ای وسایت پلیس دسترس وکلا قرار دارد، تعداد قابل ملاحظه‌ای سربازای پلیس. جناب سر، پس کسایی که این وسایل در اختیار ایشان گذاشتن پس وزارت هستند، در مجموع وزارت و در شخص وزیر هستند، چرا این کار انجام دادند؟ پس در این مورد انتقاد قرار میگیره وزیر. در طول تاریخ بعد از با وجود آمدن اداره موقت انتقالی و ریاستی، آقای پتنگ وزیر داخله نبود. از آقای پتنگ حدود یک سال بایست وزیر داخله بوده. این تاریخچه که عمل کردها و کارکردهای وکلا نشان میده در دوره 15 و در دوره 16 که به اساس معاملات که فیما بین موین ها فیما بین وزرا صورت گرفته، وزرا از وقتی داده شده، اگر وزیر امور داخله توانای قادر به این می بود که از پیشن دوباره جمع‌آوری کنه، به یقین کامل که اینجا حاکمیت قانون جنبه حقوقی می گرفت، یک بار دیگر مثلا بر مردم هم ثابت می شد، ولی اعمال نفوذ صورت گرفته، دستای وزیر امور داخله در عرصه‌های مختلف مسدود بوده، باز نبوده، نمی تانست که قانون خصوصا سر تعدادی از اشخاص و افرادی که زورگوی هستند، جنگ سالار هستند. مثال عمده چند پیش در دسبز یک سلسله کشتار صورت گرفت با وصف موجودیت 31 موارد توامات مستند و مشهود جرمی. آیا او وکیل سبه کسی تانست که به میز محاکمه برسانه و بکشه؟ و یا فرضاً وکیل سبه اخیری که علیه منافع ملی، علیه عنانات ملی، علیه رسوم، علیه ارزش های ملی افغانستان در محضر عام قد علم کرد و اهانت بزرگی را علیه یک قوم بزرگ پشتون مرتکب شد، صرف با ممنوع الخروج بودنش که توسط دستگاه عدلی و قضایی افغانستان اکتفا نباید صورت بگیرد. جناب سالس، شما ایده میگین که فقط مشکل در تدبیق قوانین هستند، اگر قانون تدبیق شان بالای همه مشکلات وجود ندارد؟ بدون استثناء، غیر مشروط، بلا انقطاع و بدون در نظر داشت ملاحظات، به طور قهرن و جبران قانون قابل تطبیق است. مشروط به این که وزیر امور داخله ولو هر کسی که باشد توسط رئیس جمهور و ارگان اجرایی در راست رئیس جمهور حمایت. مالا نکم سال صاحب، یا هم یا وروسته یاری که با وقت رو فیاض صاحب لمون سر پلیکه که در میره بنیگره نورورا. بله، سلام علیکم. علیکم السلام، ساعتم خوب است جانتون. این رست برمیمان و اول سلام به میمان محترم شما، و دوم نظر ما برادر این بوده که امروز دیروز یک شخص مسلکی که خود از او یک شخص مسلکی به وزارت داخله که اولین بار بعد از حکومت کرده وزارت داخله صاحب یک وزیر مسلکی شده که این دینه روز از بعد توسط رای نمایندگان رد صلاحیت میشه. من این کار نمایندگان رو تقدیم نمی کنم، با تقدیم می کنم، به خاطر که وزیر ما در وجودش کنم چیز نمی دهیم که باید وزیر باید رد صلاحیت می شد. مثل که برادر ما بیشتر تلفن کنم گفتن باید این جنور سادات باید رد صلاحیت شد و تمام صلاحیت ها از جنور سادات گرفته شد و به جرم خیانت ملی با زندان محکوم شد. تشکر دوست عزیز. بله سر، تشکر برنامه ما. بله سر، توهین به قوم است و عطا محمد نور جاسوس ایران مثل. تشکر دوست عزیز، برنامه ما امروز به استیضای وزیر اختصاص داده شده است. تشکر سهل سر. بروسته پختن کوم، وزیر پرون دو دیر مهم و تکتا اشاره وکره. یوی یو وکیل مخاطب که چه کته کمپاین که ویده خپل دورور لپارست که چه گواکه اغا وزیر شی نو چه کل زنه هم گواه کمپاین وکه پدی معنا چې داسې وکیلان شته چې قصدن خی وغواړي چې وزیر لري کی. او بل ټکی ته دا اشاره وکړه چې د دوی یو موین پرون شپه پیسې ویشلې په وکیلانو باندې چې ګواکې وزیر باید لري شي چې د ځای هغه موین ونیسي. دا ډېر د اندېښنې وړ خبر ده چې په پارلمان کې هم داسې کسان شته چې وزیر باید نه اوسي په غیر معاجه دلایلو باندې، او موین هم.
ما قبلا به شما اشاره کردم که قوای اجرایی افغانستان تحت نام مشارکت ملی و گرفتن پاداش به اصطلاح از طرف اقوام و تنظیم های جهادی که ملت افغانستان روزش سیاه ساختن و به قدم اول با آمدنشان 70-80 هزار نفر در افغانستان کشتن و امروز افغانستان اردویش هم منحل شد و اساسی هایش هم با ایسای سودا شد فروش شد. اینا اشخاص افراد پروتوکولی هستند که در بستر مستره ایسای اونا رشد کردن، توسط امریکا، غربی ها، خلیج کمک شدن، همکاری شدن، ملت افغانستان اینا به خاک خون کشانیدن، آوردن انتحاری، بردن انتحاری توسط تعدادی از این وکلای مفسد صورت نگیره، اختطاف، ارتشا، گرفتن قراردادهای بسیار بزرگ، غارت، چور، چپاول، انتقال سرمایه ملی و معنوی مردم، این اتهامات مستند و مشهود است. ولی قضیه اساسی در قبال وزیر امور داخله ای است که وزیر امور داخله به عنوان نخستین متخصص مسلکی که در طول 34 سال بعد از 34 سال بر کرسی وزارت امور داخله از طرف همین مجلس نمایندگان رای مثبت گرفت، رای تایید گرفت، ولی اینا را نگذاشتن که تا بتونن با شهامت و جسارت، گرچه همیانم شهامت جسارت قوی اونا دارن، شهامت جسارتشان در راستای حاکمیت قانون است که انشالله و رحمان به زودی وکلای مفسد حتماً به میز محاکمه دیر ازیاد تمام نکنم. در نور دون کلتاس و همی آدونی امانه نتربیان پلو یا بکن کسی اکتن تلاس بارم برگیم.